این تصویر با کد 18115 بوده. اینجا 55 ویدیوش بوده، 11 رو بهش میدیم. در ترکیب کاری 11 رو صفر میکنیم و عدد 20 رو بهش میدیم. ترشولد 45 در است. کد عددی رو اینجا بر روی 2 یه بار میذاریم. از 2 میگیریم و این ترکیب ها در اینجا میاد. یه مخروطی مانند یه همچین شکلی در اینجا هست. این دوتا به هم ارتباط دارن و این دوتا هم با هم مرتبطن. یعنی ارتباط یه جای چاه چاله یا یک مسیر نرمه که لایه های بسیار سفتی در اون به کار رفته. کد 1 رو بهش میدیم برای جداسازی بیشتر. خب این خط عمودیه. این یه حالت عمودی داره. حالا 2-0ش میکنیم. در 2-0 ما وقتی 5 رو بهش میدیم، آینتی سایز 5 رو بهش میدیم، در ترکیبی که میبینیم در پس زمینه اینجاست. این مسیری که در اینجا میبینید این یه مسیره، یه راه چاه چالست یا یه جای نرمه و این نرمی یا این سفتیه خیلی واضح میتونه از آب یا منابع مانند اون باشه. اگه F7 رو بزنیم، ترکیبی که در اینجا به وجود میاد این میتونه بیانگر وجود هدف در اون محدوده باشه، ولی خود این محدوده به خاطر اینکه کوچیکتر از حد عادیشه باید با آینتی 1 بریم روش ببینیم چه وضعیتی رو میاره. اینجا یه تکلکه میده و یه مثلث در اینجا. این در یک منبعی مانند آب جای مرطوب یا جای بسیار نرمه، ولی این لایه هایی که دارید میبینید لایه های بسیار سفت لایه بندی شده در اطراف اون منبعه. خود تکلکه در اینجا قرار داره که اگه 1 رو بزنیم این بزرگتر میشه. آینتی 2 باز بهتر میشه. این بنگنی که اون هدف در اون محدوده وجود داره، ولی اینکه آیا این هدف دقیقاً در مرکزش هست، این بستگی به اندازه اون داره. اگه برش گردونیم به عقب و بیایم از اینترپولیت 1 استفاده کنیم و بعد بیایم در اینجا کد 11 رو بدیم، همون مسیر رو طی کنیم، چون ما اونجا یه تکلکه گرفته بودیم دیگه، می‌خواستیم ببینیم جفته یا تکه، ولی اینو در اینجا میتونیم ببینیم. حالا اگه 20 بالا رو به خاطر ترشولد بش بدیم و اگه بیایم دوباره کد 2 رو به این بدیم که این جداسازی بیشتر بشه، این منبع ها از دید سیستم میره بیرون، یعنی از دید تصویر بیرون. 1 رو میدیم و بعد این رو به حالت 2-0 میبریم. در حالت 2-0ش اینجا با آینتیش به ما چیزی رو به عنوان یک هدف اصلی نمیده، یعنی در اصل اون هدف از دید خارج شد. اگر آینتی 2 رو بهش بدیم یه مثلث در اینجاست، پس پیوستگی عدد 11 رو با اون میگیریم و چون اگه هدف خیلی بزرگ باشه یا در گوشه باشه اینجا میتونیم بیایم و کدای دیگه استفاده کنیم. فعلا 11 پایین رو به 20 تبدیل میکنیم، 20 رو میاریم بر روی 5 که آیا اینجا آلیاژ ها یا منابع در اطراف هستن. اینجا لایه بندی شده هست ولی اون لایه اصلی هدفی که مورد نظر دیده نمیشه. کد 3 رو بهش میدیم چون اینجا هدف هست، ولی اینکه هدف چرا از دید خارج میشه به خاطر میتونه وجود منابع دیگه در گوشه کنار این هدف باشه. و بعد میایم از کد 1 استفاده میکنیم. 1 رو وقتی دادیم و 2-0 کردیم، این مخروطی ما میاد در این محدوده. این همون چیزیه که در ابتدای ام در تصویر قابل مشاهده بوده برای ترکیبی که در اونجا وجود داره. خب اگه الان 11 رو دوباره بهش بدیم و بیایم کد 20 رو بهش بدیم و بیایم از 3 این دفعه استفاده کنیم، حجم یا اندازه رو بزرگ ببریم یا بغل ببریم، این 3شه که تقریبا با 2ش هم یکسانه. کد 1 رو میدیم، این دوتا در اینجا بازم میاد. این باز همون حالت کد 2 رو با خودش به دنبال داره. 2-0ش میکنیم. این همون شرایط رو باز برای ما میاره. شرایط این شرایط وجود هدفه، ولی هدف در شرایط عمق بسیار زیاد با ترکیب لایه های متفاوته که دسترسی به اون بسیار دشوار یا سخته. اگر ما آینتی 2 رو بهش بدیم، بیایم کد 2 پایین رو برای اندازه‌گیری یا موقعیت هدف بدیم که ببینیم هدف دقیقا در کجا قرار گرفته و این رو صفر کنیم و 2 بالا رو بهش بدیم، اینجا میتونه یه ترکیب به ما بده. ولی آیا با 2-0 هم همین حالته؟ با 2-0 این حالت پدید نمیاد. اینجا شرایط به این گوشه ها میره. این یه مقداری برای اینکه این هدف قابل تشخیص باشه سخت شده، چون نمیتونه اون مرکزیت رو به ما بده. وجود هدف در اینجا هست، ولی اینکه چرا نمیتونه این رو از توی سیستم به این صورت درآورد، میایم و کد 12 استفاده میکنیم. 12ش هم باز زیاد تغییر حالتی با کد عددی 11ش نداره و این معنیگر اینه که امکان داره تو مرکز هدف نباشه. 20 که میدیم باز همون حالته. حالا میایم از 10ش استفاده میکنیم. در 10 این ترکیب یه مقداری تغییر میکنه، شکای مقداری متفاوت میشه. کد 5 رو بهش میدیم
و کد 5 میریم دوباره بر کد 2. اگه ما کد 2 رو شبیه کد 2 حالت عادی جای دیگه بگیریم، خب امکان وجود هدف ضعیف‌تر میشه. پس هدف توی این محدوده است، چون شکستگی رو ما در اینجا میبینیم. این دلایلی که تمام تصاویر امکان داره رو مرکز هدف نباشه، اشتباه اپراتور یا اون محدوده بوده که این تصاویر رو شکل گرفتن یا اون رو مورد تصویرگیری قرار گرفته دادن. وقتی 2-0 رو بیدیم این محدوده پررنگ کرده، یعنی اینجا هم باز در این حالت اون هدف اصلیه که باید تو دید بیاد بازم نمیاد تو دید. اگه اینترپولیت 3 رو بهش بدیم و 3 پایین رو بدیم و بیم 3 بالا رو بدیم، باز اون هدف خودش رو به طور کامل نشون نمیده. یعنی اینجا در اصل محدوده ای از اطراف هدفه که در 11 اون رو تایید میکنه، ولی تو تک لک کس نمیتونیم دیگه روش بحثی برای مرکزیت بودن هدف